سلام، خوشحالم که ویدیومو دوست داشتید. زیرش دیدم خیلی سوال دارید، خیلی ابهامات دارید و خیلی درخواستا دارید. گفتم باید یه ویدیوی دیگه بگیرم که بتونم تمام اون سوالا رو جواب بدم. یه ذره سخت بود جواب دادنش. اول از هر چیزی خیلی خوشحالم که بهم گفتید که به عنوان یه موزیسین یه نظر صادقانه دادم و بدون تعصب به این قضیه نگاه کردم و خب به نظر من اصلا تعصب یه چیز مسخره است. شما به هر چیزی اگه بخوای تعصب اضافی داشته باشی، تنها دستاوردی که واسط داره اینه که چشماتو کور می‌کنه و یه سری واقعیت‌ها رو و باز دوباره من بگم مسائلی که توی ویدیوی قبلی گفتم دو تا بخش بودن، یه سری ها فکت و حقایق و مسائل اثبات شده بودن، یه سری تئوری بودن. من صرفا یه سری تئوری ها رو واسهتون گفتم. اینکه حالا اون تئوری ها واقعی ان یا غلطن، اصلا من که در جایگاهی نیستم بخوام بگم واقعی یا غلطن و دیگه برمیگرده به قدرت ذهن هر کسی که پیش خودش تجزیه تحلیل کنه ببینه چی رو میپذیره. حالا یکی از کامنت های مشترک تو این بودش که خب پس از این به بعد دیگه موزیک گوش نکنیم. از این به بعد دیگه موزیک گوش نه، به نظرتون میشه؟ بیایید امتحان کنیم. چند ساعت آینده رو بیایید سعی کنیم موزیک گوش ندیم. ببینیم امکان پذیر هست یا همچین چیزی هستن. خب همونطور که دیدید شما تقریبا هر استایل زندگی داشته باشید، یعنی حتی اگه خود سعی بکنی مستقیما خودت برای خود موزیک پلی نکنی ولی وارد خیابون بشی، وارد تاکسی بشی، بغل رفیقات نشسته باشی، بری تو رستوران، بری تو فرودگاه، یعنی هر جایی که ممکنه شما هر جایی از این دنیا بری بازم بالاخره یه جوری موزیکو میشنوی. پس اینکه من دیگه موزیک گوش نکنم قطعاً راه حل این اتفاق نیستش، چون در حسرت شما موزیکو میشنوی. حالا ممکنه واسه سوال پیش بیاد که اون صدای که توی هواپیما فیلم گرفته بودم اونم آیا موزیکه؟ اونم 440. همه چی، هر چیزی که نوت داره، هر دستگاهی که به صورتی داره از خودش صدا تولید میکنه به صورت استاندارد باید روی 440 باشه. کوک استاندارد موسیقی الان 440. پس حتی همون صدای دینگ 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 اونم یه نوته که نوته روی 440 کوک شده. پس تمام اینا فرکانسه، یعنی هیچ جوره، یعنی حتی اگه مستقیما موزیک گوش ندی یه جایی بری که موزیک پلی نشه، دوستا تو اینستاگرام نچرخن، تو یوتیوب نچرخن، صدا از موزیک هیچی در نیاد، کنسرت نری، تو خیابون نری، تو تاکسی نری، تو رستوران نری، هیچ جا نری، بازم این صداهای مثلا دینگ دینگ دون 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 یا هرچی اینا همه نوته. پس در هر صورت تو طول روز بازم با فرکانس 440 طرفی. یکی از پرتکرارترین کامنت هایی که دیدم این بودش که خب به ما یه دستگاهی رو معرفی کن یا یه پلیر رو معرفی کن که با 432 موزیک پلی بکنه و من براتون هم اسمشو میذارم و هم همین الان دارید قیافش رو میبینید. میتونید این 432 پلیر رو دانلود کنید و سعی کنید موزیک ها رو با 432 پلی کنید. توی اون ویدیوی قبلی گفتم که من خودم میخوام امتحان کنم یه مدت موزیک ها رو با 432 گوش بدم. علت اینکه جواب کامنت ها رو به صورت فیزیکی نشستم بدم به خاطر این بودش که خب میخواستم یه مدت بگذره و واقعا این کارو امتحان کنم و نظر صادقانه‌مو بدم. حالا قضیه اینه، من الان هولوهوش 2 هفته است که دارم با 432 پلیرها آهنگامو گوش میدم، یعنی هر آهنگی که خودم به صورت ارادی دارم گوش میدم دارم با پلیرهایی که با فرکانس 432 پلی میکنن گوش میدم. حالا تو این 2 هفته چه احساسی دارم؟ راستشو بخواید خیلی تو این 2 هفته احساس عجیبی ندارم. من میتونستم الان به خاطر اینکه ویدیوم ویو بیشتری بخوره و بیشتر شیر بشه بهت بگید او یه موزیسین مثلا اومده راجع به این قضیه حرف زده و تایید کرده که 440 فرکانس مثلا شیطانی فنج، میتونستم بگم آره من تو این 2 هفته احساس فوق العاده بهتری دارم، اصلا احساس بهتری داره بهم میده موسیقی، ولی خب من قرار نیست بهتون دروغ بگم. چنل ما بر اساس صداقت بره جلو و با شما که دارید انقدر مهربونید که وقت میذارید ویدیوی من نگاه میکنید با صداقت کامل صحبت بکنم. حالا یه چیزیو بگم، شاید یه کوچولو دارم به خودم تلقین میکنم که یه مقدار احساس بهتر بگیرم، یعنی شاید حتی این قضیه تلقینی باشه، شاید به خاطر اینکه من الان راجع به این قضیه تحقیق کردم و میدونم که احتمالاً 432 فرکانسی است که با فرکانس طبیعت مچ هستش و فرکانس استاندارد واقعی کره زمین و طبیعته و باید فیدبک بهتری هم ازش بگیری، شاید من به خاطر این قضیه تلقینی دارم یه کاری میکنم که یه ذره احساس بهتری بگیرم و
ولی در کل اونقدری فرق نکرده احساساتم موقعی دارم موزیکو گوش میدم. باز دوباره یه تئوری دیگه هستش که میگه اگه شما به یه چیز بد حتی عادت بکنی دیگه اون چیز بد میشه استاندارد شما. خب ما متاسفانه از بد به تولدمون با فرکانس 440 گوشمون عادت کرده و الان دیگه اون فرکانس 440 شده فرکانس گوش منطقی ما. یعنی الان من وقتی دارم با 440 گوش میدم چیز بدی نمیشنوم، یعنی بهش عادت کردم. همینه دیگه، الان موزیک واسه هممون همینه 440. و حالا که سعی کردم تو این دو هفته با 432 گوش کنم هنوزم فرق عجیب، شاید یه ماه دیگه نظرم عوض شه. میگم من باز دوباره صادقانه با شما شیر میکنم، شاید یه ماه دیگه نظرم عوض شه. شما امتحان کنید با 432 پلیر رو بشینید گوش بدید موزیکا رو دو هفته، یه ماه، دو ماه، سه ماه، ببینیم چه تغییری میکنه قضیه. و در اصل اینکه ما قرار 440 بشنویم ناگزیره، چون میشنویم همه موزیکا 440، همه چی، همه فرکانسای استاندارد 440. یکی دیگه از کامنتو، وای یعنی فلان گروه فلان خواننده‌ام آهنگاش همینه، یعنی اونا برامون مضر، یعنی من نباید دیگه خواننده مورد علاقه من آهنگاشو گوش کنم. اصلا ربطی به فلان خواننده فلان گروه یا اصلا ربطی به هیچ کسی نداره. کوک استاندارد موسیقی 440. پس تقریبا میتونم بگم 99.99999% موزیکا همه 440 به جز یه سری موسیقیایی که اومدن عمدن روی 432 یا فرکانس های دیگه ساختن. پس ربطی به خواننده یا گروه یا تهیه کننده این که بگیم آه فلان خواننده از قصد داره این کارو میکنه، اون گروه داره از قصد ایلو و فلان، مثلا نه، الان اینجای قضیه دیگه ربطی به ایلو یا تهیه کننده های شیطانی و اینا نیستش، استاندارد شده این. حالا اینکه چرا استاندارد شده اینو تو اون ویدیو قبلی با هم دیگه بحث کردیم دیگه که از کجا استاندارد اومد. ممکنه اون موقع یه تئوری توطئه‌ای برامون گذاشته باشه، اما تو الان داریم اینو ادامه میدیم. الان دیگه دلیل بر دست‌های پشت پرده نیست، الان همه 440 به جز یه سری افراد معدود. پس فرق نداره شما موسیقی خواننده مورد علاقت یا گروه مورد علاقت یا هر کسی دیگه گوش کن. خیلی اون بنده خدا دستی تو این قضیه ندارم، مثل من موزیسین که همه موزیکامو تا رو 440 ساختم و فکر میکنم رو 440 مجبور باشم ادامه بدم، چون اصلا حتی اطلاعاتی ندارم ببینم آیا پلتفرم های جهانی مثل همین یوتیوب، مثل اسپاتیفای یا اپل میوزیک یا هر چیز دیگه اصلا اون فرکانس دیگه قبول میکنه موزیکامو اگه فرکانس دیگه بهشون بدم. نمیدونم، اینا باید راجعش تحقیق بکنم حتما. طبق تحقیقاتم تو این دو هفته دو تا خبر خوبم دارم. یکیش این که میگن اصلا گوش خیلی هوا کرده. چرا وای میسی آخه؟ مشکل چیه؟ چی بود؟ چی از اشریخ؟ آقا کنترل این کجاست؟ آخه یکیش این که میگن آقا خیلی گرم بود ببخشید. یکیش که میگن گوش انسان، همه انسان‌ها پیچ پرفکت نیستن. یه سری افراد که خیلی هم نادر هستن پیچ پرفکتن، یعنی دقیقاً شما وقتی یه نوتیو میزنی میتونن کامل بهت بگن که اون چه نوتیه. مثلا الان هر صدایی بشه، صدایی که الان شیکوف ددن میتونه مثلا بگه لاسی. حالا من الان پیچ پرفکت نیستم و احتمالاً دو تا نوت کامل نشو گفتم، ولی یه سری افراد که تعدادشون خیلی محدوده پیچ پرفکتن. حالا میگن که از اونجایی که 90-99% مردم جهان پیچ پرفکت نیستن، پس نمیتونن دقیقاً اون فرکانس رو به صورت دقیق گوش کنن. یعنی خبر خوب اینه که وقتی ما داریم یه موزیک رو روی فرکانس 440 گوش میدیم، گوش ما دقیقاً 440 اون فرکانس رو شاید نشنوه. اینم یه تئوریه، باز دوباره درست و غلط بودنش پای خودتون و هر کس دیگه. ولی یه تئوریه که یه ذره باز خبر خودتون، یه ویدیو همش خبرای بد بود، اینه که یه ذره خبر بهتریه. پس میگن چه 432 435 437 438 440 هر چیزی که ما بشنویم اونقدر دقیق نمیشنویم که وقتی داریم موزیک 440 گوش میدیم فیکس 440 وارد ذهن ما بشه و اون اثر مخرب روی ما داشته باشه. پس این میتونه یه خبر بهتر باشه. حالا داستان دومی که باعث میشه که یه ذره میگم شاید داستان خبر خوبی باشه اینه که میگن تو اون زمان این قضیه که داشتن تازه این تیونینگا رو استانداردایزیشن میکردن به استاندارد کلی برسن، میگن که اون که آلمانا اومدن این کارو کردن. میگم این در مقابل اون یکی تئوری است، اینم یه تئوری دیگه است. باز درست و غلط بودنشون واقعا دست من نیست، من دیگه دارم دیوونه میشم. نمیدونم چی واقعیت داره چی نه، صرفا دارم اطلاعاتو جمع آوری میکنم به شما میگم و سعی میکنم در کنار هم دیگه به یه نتیجه گیری منطقی برسیم به دور از هر گونه تعصبی. میگن حالا داستان از چه قراره؟ میگن تو اون زمان میومدن میگفتن که آقا ما هر چقدر بیایم این کوکو لوتر بکنیم، بیاریم پایین تا یه به سمت همین مثلا 432 ببریم، خب خواننده هامون راحت تر میتونن بخونن، چون هر چقدر بالاتر باشه مجبورن صداشون رو های نوت تر بخونن، حنجرهشون رو از دست میدن. گفتن خب چه کاری، بیایم پایین تر بخونیم. یه سری موزیسین ها آوردن رو 432 شروع کردن آهنگ خوندن، اون یکی موزیسین آورد رو 435 گفتش که 435 هم تقریبا داره مثل 432 صدا میده، چرا ببریم بالاتر،
همون 435 مثلا واسه صداش خوبه، راحت‌تر می‌خونن، صدای آسیب نمی‌بینه، می‌خوایم خواننده‌مون رو حفظ کنیم، چرا این کارو می‌کنیم؟ اون یکی میگفت نه ما می‌خوایم هایتر پیچ کنیم، صدای شفاف‌تری بده. میگن یه دعوایی بوده بین این سر فرکانس که آخر به این نتیجه رسیدن ساینتیستا که اومدن گفتن آقا 439 هم شبیه همون 435 داره صدا میده تقریبا، و اومدن گفتن که نه یه 439 از همه لحاظ خیلی دیگه فرد خیلی نمیدونم مثلا لحاظ ریاضی و این چیزا اوکی نیست، 439 کردن 440. یعنی میگن یه سری ها تئوریشون اینه که اینجوری به عدد 440 رسیدیم. حالا بازار میگم این خودش یه تئوریه، ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه، دیگه نمیدونم چی درسته چی غلطه واقعا. بعید یه دفعه میگه بالا بیا با باز گیتارت هم با خود بیا، یه کاری دارم ویدیو میگیرم، یه دفعه بیا گیتارت هم با خود بیا دمت گرم. آره خب به وحید گفتم بیا چون من اینجا تو کنسرت ها گیتار الکتریک دارم و گیتار الکتریک خیلی صدا رو واضح نشون نمیده الان، و گیتار نایلون داره، یه وقت گیتار نایلونش رو بیاره بهتون یاد بدم چجوری گیتارتون رو روی 432 یا هر ساز دیگه‌ای که کوک میشه روی 432 کوک کنیم، یه دوتا آهنگ رو با 440 و 432 بزنیم یه دقیقه همینجا دور هم دیگه یه نتیجه گیری کنیم ببینیم خودمون الان کدومو بیشتر دوست داریم. کلا قرار با هم دیگه صادق باشیم و بدون هیچ تعصبی راجع به قضیه تصمیم بگیریم، درست و غلط رو سعی کنیم با هم دیگه بفهمیم، چون این دنیا خب دنیای خیلی دارکیه و من انتظار هر گونه دارکی واسه همین تو ویدیو قبلی همه چی خیلی منطقی قبول کردم خودم، انتظار هر چیز دارک و هر چیز ترسناکی که ازش دارم، چون واقعا به این نتیجه رسیدم که تو این دنیا خیلی اتفاقات عجیبی داره میافته، ولی ما هم عقل داریم منطق داریم. یه 432 بهتون یاد بدم چجوری کوک کنید، با هم دیگه 432 رو بزنیم، 440 هم بزنیم، ببینیم کدومش همین الان بیشتر بهمون حال میده. همونطور که میبینید وحید و ویدیو نداریم ولی گیتارشو داریم، وحید کار داشت گیتارشو قرض داد بهم که واسه تو این تیکر رو بزنم و دیگه خودتون ببین دیگه. الان گیتار روی کوک استانداردشه، یعنی همون 440 هرتزش، من یه دو تا قطعه اول با 440 میزنم و بعد با 432 میزنم، من بعد بهتون یاد میدم چجوری کوکش کنید رو 432، تفاوت شد کنار هم دیگه ببینیم. Thank you.
سلام، این صدایی که الان من دارید میشنوید همون نیست که اونجاست. الان تو خونه نشستم دارم تدوین پستو میزنم و یه اتفاق جالبی افتاد. گفتم که همین الان یه وایس بگیرم نظرمو زمانی که دارم تدوین میزنمو بگم، چون که من موقعی که اومدم این 440 و 432 رو کنار هم دیگه گذاشتم، دیدم که تو گوش من اونقدری که فکر میکردم با هم دیگه فرق نمیکرد. ولی قبلا که میشستم پستای یوتیوب رو نگاه میکردم که موزیسین های مختلف نشسته بودن 432 و 440 با هم دیگه مقایسه کرده بودن و دقیقاً همین شکلی مثل من گیتار زده بودن، اون موقع تو پستای اونا خیلی من تغییرات تو صدای گیتارشون میشیدم. ولی حالا که خودم اومدم واقعا این کارو کردم و 432 و 440 بغل هم گذاشتم، اونقدی با هم فرق ندارن. پس به این نتیجه رسیدم که شاید یه ذره دارن دروغ قاطی قضیه میکنن اون دوستانی که دارن پست درست میکنن و یه ذره بیش از حد دارن این فرکانس رو عوض میکنن واسه پستشون. شاید اونا رو 432 نمیزنن، چون فعلا اینجا که خیلی عوض نشده قضیه. اگه میخوام نظر شخصیمو بگم، به نظر خودم 432 یه ذره گرمتر داره واسه گوش من صدا میده و خب منطقی هم هست، بالاخره یه ذره لوتر دارم کوکش میکنم، ولی منهای اون قضیه لو بودنه به گوش من یه ذره گرمتر داره به نظر میرسه، به خصوص اون آهنگی که یه ذره احساسی تر بود، فیلینگ باحالی داره. ولی باز دوباره اینا رو باید در کنار همدیگه بذاریم ببینیم که در کنار همدیگه دارن چجوری صدا میدن. خلاصه شما نظرتون رو حتما واسه من بنویسید که ببینم کدوممون با 440 بیشتر حال کردیم، کدوممون با 432. 432 یه مقدار گرمتر بودش. حالا ببینیم دیگه چیکار میکنیم. حالا میخوام گیتارمو روی 432 کوک کنم. واسه این کار یه گوشی دیگه از اشکان قرض گرفتم، الان این بغلم وایساده و روش تیونر ریختم. یه سری از تیونرها هستن که تیونر مخصوص 432 کوک کردنن که یه ذره سخت گیر میاد. من واسه آیفون فقط یه دونه اپ پیدا کردم و 2.99 دلار پولش بود. یه اپ دیگه پیدا کردم، ای بدی نبود، خیلی دقیق کوک نمیکرد. واسه اندروید یه اپ پیدا کردم، ای بدکی نبود. واسه همین این اپ هایی که الان دارن روی 432 کوک میکنن رو بهتون پیشنهاد نمیکنم. یه روش دیگه بهتون یاد میدم که با همین اپ های معمولی بتونید 432 کوک کنید. یه اپ گیتار تیونر معمولی پیدا بکنید، این رو همون کوک استاندارد 440 سیما رو که زدید دونه دونه میخواید بزنید، سعی کنید از منفی 20 یه کوچولو بیاید عقب‌تر. این حدودی میشه اون 432. اگه دقیق میخواید 430 باشه که باید برید سراغ اون اپا، اون 2.99 دلار رو بدید و اوکی میشه. ولی الان یه مقدار از این منفی 20 بریم عقب‌تر، تقریبا همون 432. من امتحان کردم جوابم گرفتم، الان واسه تون کوک میکنم روی 432. تقریبا اینجاها کارش اوکی. و الان گیتارم روی 432. شاید تفاوت خیلی خاصی رو توش متوجه نشید همین الان که دارم میزنم، ولی در کنار همدیگه که قرار بدید الان 440 رو گوش کنید بعد این 432، کاملا انگار دارم توی یه گام دیگه ای حتی میزنم با اینکه الان همون کار میخوام بکنم. خلاصه دیدی که روی 432 چجوری داره قضیه کار میکنه و 440 که کوک استاندارد الان موسیقیه و تئوری ها چیزایی که تا الان تونستم یاد بگیرم تحقیق کردم بهتون گفتم. باز دوباره برای بار فکر کنم 10000 بار میگم، درست و غلطش رو واقعا نمیشه مطمئن بود و فقط ما یه سری فکت ها و تئوری ها رو میگیم. مبحث دیگه ای که دوست دارید توی موسیقی یا هر چیز دیگه تو دنیا در موردش واسهتون مطالعه بکنم، تحقیق کنم، بهتون توضیح بدم و حتما 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 کامنت کنید، نظر خودتون رو کامنت کنید. اگه مدت زیادی دارید با 432 پلیر آهنگ گوش میدید، تجربه خودتون از این مدت زمانی که دارید با 432 آهنگ گوش میدید و بگید. گفتم من فعلا 2 هفته است و تو این 2 هفته خیلی تغییر اساسی احساس نکردم، ولی خب یه مقدار احساس میکنم شاید 432 حس و حال بهتری میده. باز اونم میگم شاید حتی قضیه تلقین باشه، بخوام دارم تلقین میکنم، مطمئن نیستم، ولی یه ذره حس و حال بهتری دائم میده اگه بخوام باهاتون کاملا رو راست و صادق باشم. و تجربیاتتون رو با من شیر کنید، بگید دیگه چه موضوعی میخواید بدونید. کلی تاپیک باحال دارم، کلی ویدیو باحال تو ذهنم دارم، دونه دونه رو واسهتون میسازم و فقط کافی که همراه هم باشید این مسیر رو با هم دیگه بریم. خیلی چیزا قراره کنار هم دیگه یاد بگیریم و از تجربیات هم دیگه استفاده کنیم. میخوام خیلی بیشتر از قبل از تجربیات خودم واسهتون ویدیو بسازم که شاید به درد شما بخوره و قطعا دوست دارم از تجربیات شما استفاده کنم. چقدر ادبی و خوشگل حرف زدم. ویدیو جدی یه ذره با لحن جدی تر باشه. خب مثلا از جلو تو حتما چلو یوتیوب سابسکرایب کن، زنگوله باشه بزن. آقا این لایکه، این نامصب، این لایکه با اون کامنت انگلیسی خیلی تاثیر داره. من اگه بخوام نیو ویورز هم بهتون نشون بدم، یه رشد اینجوری داشته این چند وقتی که شما لطف کردید لایک رو میکوبید، کامنت انگلیسی رو واسم میذارید. این کارو در حقم بکنید، خیلی کمک میکنه. خیلی چاکرین، مراقب خودتون باشید.